بسم الله الرحمن الرحيم ده درس 44 می تجوید هستیم در این درس ما می که ادغام کبیره بخونیم و یاد از معلومات بگیریم ادغام کبیره ما گفتیم که حرف متحرک داخل حرف متحرک شود و ده درس گذشته ما گفته بودیم که ادغام به دو نوع است ادغام صغیر و ادغام کبیر ادغام صغیر گفتیم که حرف ساکن داخل متحرک شود و او به سه رقم بود ادغام مثلین بود یا ادغام متماثلین ادغام متجانسین و ادغام متقاربین که ما این مسئله شکار کردیم در اینجا ما آلمه بالای ادغام کبیر میبینیم ادغام کبیر دو حالت داره یا حالت اول حالت است که در دو لغت جمع میشه و حالت دوم حالت است که ادغام یا در دو لغت در یک لغت میشه یا ای که مو خود در خود یک لغت میمانه باقی علما در حالت اول که در دو لغت باشه میگن که بهتر است که ترک شود به خاطر که به می رقم آمده به مو رقم باید خوانده شود به مو حالت نقل شده بعضی وقت اما فرمولا تطبیق نمیشه مانند سیقول لک المخلفون آیت یازده الفتحه سيقولوا ببینین لوم لام دمه داره لک دا ده پشت سرش اومده با لام فتحه داره این قانون باید متحرک جمع متحرک شوه اما چون يعني شو. ده دلقه است اینا میگن که هم رقم بگذارینش رقم تلفظ شوه مثال الذي جعل لكم جعل لام فتحه داره لكم لام فتحه داره اي فتحه فتحه فتح على كيركي متحرك متحرك بو يتج شو اما علماء مي رقم امدا بمي رقم بو جدا جدا خوانده شما اي سوره البقره ايات 22 و یک مثال دیگه یعلم ما یسرون یعلم بم بميم خط یعلموا ميم حرکت دارا ب دما و ما میم فتحه داره ای باید قانون دا ادغام کبیر یک جا شود متحرک جمع متحرک اما چون در دو لغت علما میگن ترکش بهتر است این مثال در سوره البقره و آیت افتاد افت. در ادغام کبیر که در یک لغت باشه یا دو لغت به یک لغت شود در ای حالت در حفظ شش مثال است و ایره علما میگن که ای هیچ باید ترک نشه این لازم است ای باید در نظر گرفته شود مثال اولش اصلا که هست لغت در ما های چون قرآن, قرآن هایی که ما در خانه خود داریم ای به حساب حفظ نوشته شده و امور اصلاح کرده نوشته کرده برای ما در قرآن که, که روایت حفظ نیست روایت دیگه است شما باز او را به این رقمی که در حفظ نوشته است به او رقم نمی بینین نمی آفین اینجا دو لغت است فنی عما ما یک جا میشه میم حرکی دو تا میم های حرکی فتحه که یک جا میشه چی میشه فنی عما خب دو ای آیت دو ست یک البقره است و به این مثال آیت پینجاوشت سوره نساس چیز دیگه که در آیت دو یک است معنی از این است که ما این معنی از ایره بفهمیم که بعضی ها میگن شنیده باشیم میگن که صدقه را باید طور بیتی که کسی نبینه و بعضی میگن نه من صدقه را در روی روز میتم که عکسشان میگیرم ویدویشان میگیرم که مردم بفهمه که من صدقه میتم در اینجا اینمی آیت قرآن این موضوع را حل میکنه اگر کسی متوجه شده باشه به خاطر ای, 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 آیت آیت است که بیان میکنه که صدقه را چی رقم بتین اینجا هست سعی کنین آیت هست تو بدو صدقات فنعم ما هی و این تخفوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إي معني أزياس ميجا أرجاء أشكرا صدقة بتن كاري خوبس و اگه آشکارا صدقه نتین در پنهانی صدقه بتین برای غریبا و فقرا ای نیکوتر است ای بهترتر است و به هر حالت که شما میتین صدقه چی در من پنهان میتین چی در آشکارا میتین در دوی از الله متعال گناه شما را پس میکنه میبخشه و الله متعال او کاری که شما میکنین آگاه است مطلب از است که ما او انتخاب به خودتان است اگر میخواین که ثواب زیادتر بگیرین و پنهانی بتین اگر به پنهانی اعتبار سر کس ندارین میگین پول بر کس روان کنم او صداقت داد یا نداد سند ازش میخواین و هم مشکل نداره این در آیت قرآن و... اما یک کم عجش کمتر است خاطر از که آشکارا میدین صداقه دا. اما دردی از او اجر پاداش می گیرین مثال دیگهش اتو ها جوننی ای اصلا لغت این مترس اما در روایت حفظ این می دانه نونه یکی به داخل دیگه جور کردن این مشاهدت جور کردن و این ما می قال اتو جونی فی الله وقد هدن ایده دو با هم یک شد در سوره کف خو ما این رو خب کل تان که یک لغت هست مکننی. اما ما در سوره کف وقتی که قرآن رو میخانیم ما مکننی نمی نمیخانیم او ما ما میخانیم قال ما مكني فيه ربي خير فأعنوني إي إنمو يكي إدغام متحرك جمع متحرك اس حالته چارم كي مثال آمدا إي از تأمرونني دو دانه نون نوشته شده و نون در یک لغت ادغام میشه پس در سوره زمر آیت 64 که خوانده میشه قل اف غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون بازی ما پسان میخوانیم که ما چرا ایرا ایتر کش میکنم ایتر مد لازم میتم بازی پسان در مدود میخوانیم ای قانونی ازی و قانون ولا الضالين یک قانون است با زیر پسان می خانیم و آخر در آخر در سوره یوسف آیت 11 هم یک لغت است به نام لا تأمننا لا تأمننا دو نون فتحه فتحه پول در پول آمده و ایره ما اه چی میکنیم؟ ادغام متحرک میسازیم نون به نون یک جا میسازیم و نون مشدد میکنیم و ایره ما ما می خوانیم و ای, ای لغت وقتی که ما میخوانیم ایره به نام اشمام میگن که ای تا که سون دان کسی که میخوانه نبینی او را فامیده نمیتونی که سعی یا این یک طریقه داره باز که طریقه شده در زمان بهتان بیان میکنم که هر وقت که بالای زیر رسیدیم که او دهن ما لبای ما در یک قسمت در میسر نون که میرسه چی میشه؟ ایتر کلولا میشه بازی را انشاءالله کار میکنیم در وقتش و ای خانده میشه نوشته شده اصلا نوشتهش هسته لا تا اما در قرآن, قرآن شریف که مربوط روایت حفظ است ایتو نوشته نشده در دیگر قرآن شریف ها مربوطه که حفظ نباشه به می رقم نوشته شده وواختي كي ما تلفظ ميكونيمش ميخوانيم قالوا يا ابانا ما لك لا تَأَمَنَّا على يوسف على يوسف واننا له لناصحون الحمد لله ما تنستيم كده دا تقريبا دقيقه درس خلاص كنيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته